بچه ها چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه امروز. ببین پسر خوب، آواز همستون جایی نمیشه چه که صف نباشه. صف جای صف میشاشن آقا، جای صف نمیشاشن آقا، جای شل شما باید چیز کنید، جای صفت که شما بشاشی اینجوری میپاشه رو پر و پا. آقا ول کن. بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه، خوش اومدید. من گفتم دیگه رئالشو ساختم قبل FC 25 که داره میاد همین یکی دو روز دیگه، یه بارساشم بسازم ببینم اگر ما ورداریم همه بازیکنهای بزرگ بارسا. بازیکنهای بزرگ که نه، حالا بازیکن بزرگ تو این دوران فوتبال خیلی زیاد نداریم، تو بارسا هم یه تعدادشون هستن قطعا، اما بازیکنهای فیکسشون، بازیکنهای گرون قیمت بارسا، بازیکنهای اوورال دار بارسا و اون ترکیب اصلیشو اگر بذاریم کنار و یه سری مهره جدید بیاریم، میتونیم با بارسا نتیجه بگیریم و حرکتای خفن بزنیم یا نه، حتما برام کامنت بکنید پیش بینیتون. یه نکته ای که بارسا داره در تفاوت با رئال، من تمام خریدهایی که توی رئال انجام دادم و در لحظه بود، اما امروز توی بحث بارسا نزدیک 4 تا بازیکنشو قبل از اینکه ویدیو بخوام بگیرم داشتم راجع به بارسا و بازیکناش فکر میکردم. و مثلا یه دونه دوست بارسایی دارم، حسین توکلی، که یه بازیکن برام بهم پیشنهاد داد گفت حتما بگیرش. من امروز میخوام به خاطر حسیس این پلیر رو بگیرم. 2-3 تا پلیرم تو ذهن خودم بود، به علاوه کامنتایی که شما برام توی ویدیو قبلی زیره ویدیو رئال مادرید گذاشتید. یه نکته هم بگم، زیر این ویدیو بابا کامنت بارسا کو، حالا که الان دارم چیز میکنم 500-600 تا من 5 روز پیش چیدم لایک خورده بود، شاید تو گوشیم باشه که برم بهتون نشون بدم که بنده ضایع نشم با مدرک و سند صحبت کنم روبروی شما. کامنتو پیدا کردم، تو گوشی اومد، نمیدونم چرا رو PC نیومد. نوشته تیم بارسا لایک 650 تا هم لایک خورده که ما بارساشو بسازیم. یه سری بچه هم این زیر پلیر به ما پیشنهاد دادن که قطعا امروز توی این ویدیو از این پلیرها استفاده خواهیم کرد. این سبکو توی FC 25 100% داریم و سعی میکنم بهتر کنم. شما ببین اصلا تو آدم آقا سمسوس شک داری شما، اگه شک داری بنویسم اسم شکم زیاده بهت. من حق میدم شما شک داشته باشی به منده. بریم تو بازی بارسا رو برداریم، بازسازی بارسا رو شروع کنیم و فکر کنم که یه بارسا جذاب و جدید بتونم بهتون ارائه بدم که احتمال اینکه سگانم بزنه باشه. البته بنده داشتم الان به فلیک فکر میکردم، خیلی بچه‌ها سرمربی خوبیه و امکان اینکه بارسا امسال به نظرم هم بتونه توی لیگ قهرمانان یه کارایی کنه هم تو لیگ لالیگا امکانش هست. خب بچه‌ها کار ما داخل بارسا شروع شد و الان قراره که اکثر تیمو بریزیم بیرون. آقا ترشگن لیست فروش، این احمقم کلن برگرده به منچستر سیتی، بره گمشه. آقا من اصلا کلن از این کانسلو آقا بدم میاد، من نمیدونم چرا اینو میبینم دوست دارم توف کنم تو صورت این آدم. این مارتینز بازیکن با شخصیت با شور ولی اخراج، برو بیرون بابا، بازیکن جوون میخوام، خفش کریستنسن سیک بیرون. گونده جان ببین، من معمولا تو هر تیمی میرم 1-2 بازیکن رو نگر میدارم فکر بکنم. برای رئالم یه کارواخال رو نگر داشتم، یه والورده. تو بارسا ژول کونده از اون پلیرهاییه که به شدت به نظرم بازیکن خوبیه و رسانه ها اصلا این بازیکن رو توجهی بهش نمی کنن و خیلی دوست دارم واقعا ژول کونده رو تو بارسا نگرش دارم. گزینه بعدی آراوخو بره. خیلی اتفاقات افتاد سر آراوخو و گندگان. چند بار گند چرا من درست نمیتونم تلفظ کنم، گندگان آراوخو دعواشون شده بود، گندگان ازش ایراد گرفته بود آقا چرا اینجوری بازی میکنی، مثل آدم بازی کن. بعد اصلا آراوخو بنده خدا اصلا عصبی میشم آقا، درگیری دعوا میبینم. سرخی روبرتو جان شما بیرون، سر جینیو دست عزیز شما همونجا بمون، روم و ریدی تو بارسا این چه خریده ای آقا کرده. دیانگ بیرون، گندگان بیرون، پدری بیرون، گاجی تیمو فروختیم رفت، همه رو شاشیدیم تو بارسا. پدریرم دوست دارم، پدری یه چیز دیگه است، جدی دارم میگم، پدریرم نگر میدارم. پدری و کونده میمونن کلن توی این تیم، پدری و کونده. باقی باید برن فران تورس، سیکتیر، رافینیا رو که دیگه عمرن برو گمشه بیرون. من عزیز لواندوفسکی عزیزم که من دوستش دارم بیرون میکنم. اکثر بازیکنها رو گذاشتم لیست فروش، ببینیم اولین بازی میخوام با فروش شروع کنم، نمیخوام بازیکن بخرم. رئال 60 میلیون برای رافینیا میخواد، من نمیدونم، رئال رودریگو رو داره، وینیسیوس رو داره، همه رو داره، من نمیدونم گیرش به این گوساله برزیلی چی. آقا فیتیش برزیلی داره این پرز. بعد شما چون وقت نداریم خیلی هم چک و چونه سر رضایت نامه بازیکنان نمیزنیم، ما رو میخوایم 20 میلیون بیشتر سود کنیم که من میتونم اینجا تو کریر براتون چیت بزنم و کلا وقت کشی از بن
سقی رو بگیرم بچه ها، به قیافش میخوره پلیر خوبی باشه. آقا بازیکنی که انتخاب کردم برای بارسا، ببین این پلیر اصلا عاشقانه دوستش دارم، واقعا برای خنده و فانم نمیخوام آنتونی رو بگیرم، جدی دارم میگم، اصلا برای خنده و فان نمیخوام بگیرم، واقعا بازیکن با استعدادی، اون استعداد برزیلیه رو تو خودش داره و یه موقعی روی سری پلیرها یه جوری بچه تو دنیای فوتبال و حتی دنیای واقعی شما یه جایی میری خیلی سطح انتظارات بالاست. خوبه کریستنسن رو میدیم تیمو میندازیم بره دیگه، رله میکنیم بچه‌ها، نگران نباشید کارو من این تو این تیم در میارم. وقتی شما میری جایی انتظارات خیلی از شما بالاست، یه استرس یه فشاری رو شماست و شما 100% تو اکثر مواقع نمیتونید تمام دانشتون رو نشون بدید، تمام مهارتتون رو نشون بدید. به نظر من آنتونی هم تو اون فاز قرار گرفته که امیدوارم کلن فوتبالش خراب نشه، چون به نظرم بازیکن خوبیه تو آژاکس، واقعا قدرت دریبلینگ و چست و چابکیش واقعا زبان زد بود این بازیکن. آقا بیا به بارسا، خوش اومدی عزیزم، شما فیکس بارسایی از این ببر. آقا رافینیا واقعا رفت رئال، ابله بودن توی رئال. خلاص من خودم بچه طرفدار رئال هستم دیگه، مجبورم به تیم محبوبم هم بزنم که بارسایه عزیز نگن که آقا شما چرا از تیم خودت طرفداری میکنی، آقا عزیز من هستید شما. آقا مدریک قلبمی، مدریکم میخوام بیارم، مثلث آنتونی مدریک تکمیل چه، من مسخره بازی در نمیارم، جدی بنده دارم عرض میکنم، دوستتون دارم زیاد. بخش هافبک بچه‌ها، بارسای زمان یه دونه پلیر داشت تو لاماسیا، من خیلی با بازیشم دیده بودم حال میکردم، ژاوی سیمونزه که تو لایپزیگ بازی میکنه و من باید بشاشم تو این بازی که وقتی یه بازیکن قرضیه شما نمیتونی برای خریدش اقدام کنی. خریدم تو بازی، برو بیرون دیگه بابا، اینا رو خواهم 10 سال اینجا میخواد، برو منچستر، خداشو شکر. دم شما گرم آقا، اذیت نکنید منو، بذارید من ببینم این بارسا اصلا چشه. حالا شاید بگی آقا سمسو گزینه دیگه‌ت واسه بارسا چیه؟ بابا من یه جوری این بازی رو از برم، آقا جاشوا کیمیچو میارم بارسا. تو کامنت ها برام بنویسی آقا سمسو شعور فوتبالیت 1500، من شعور یه بارسایی بسازم بشاشی به خودت. صبر کن به من اینجوری صحبت نکن، یه دقیقه صبر کن. دو تا خرید داشتم آنتونی جاشوا کیمیچ، میدونم دوستم داری. حالا شاید بگی آقا سمسنو گلر چی میپسندی؟ یه نگاه الان میخوام وسط ویدیو بریم به کامنت هایی که شما برای آقا سمسون نوشتید بندازیم. یکی از بچه ها سامان گفته تیم بعدی بارسا، نیکو ویلیامز، فریمپونگ، دنی اولمو، جاشوا کیمیچ، کیمیچو که خریدیم، سالیبا، پالمر و گلر نویر. حاجی سالیبا پیشنهاد خوبی بود، فریمپونگ هم پیشنهاد خوبی بود، نیکو ویلیامز هم نیستم. خب بچه‌ها بریم سراغ کامنت بعدی. یکی از بچه‌ها نوشته دلیخ، نیکو ویلیامز، لاوتارو مارتینز، امیلیانو مارتینز، لنومارد، اشتولبرگو که عمرن، رومرو، انزو فرناندز، آرکون کوکچو. وای پسر چه پیشنهادی دادی. ببین همینجا میخوام ادامه حرفاتو نخونم پسر، این کامنت ها رو من میبینم دیوونه میشم. ببین ذهنیت فوتبالی که شما دارید و من ندارم. این کوکچو واقعا پلیر خوبیه، سری میخوام بزنم آماده شه. کوکچو، پدری، جاشوا کیمیچ، بهترین خط هافک تاریخ، میزنه رو دست کروس، مودریچ و کاسمیرا. جوره به من شک نکنی بیشورم رفت. دیان جان برو که من از روز اول که تو این بارسا بودی اصلا حال نکردم با تو، کفری کردی، فقط بچه خوشگل بودی، سفید مفید بودی، پول اضافی هم گرفتی تو این بارسا، شاشیدی به سردر لاماسیا رفتی تو. اصلا این از آژاکس اومده با لاماسیا چیکار داره؟ آقا لواندوفسکی رو رئال میخواد، آقا نشسته بودید همه کروس رو میده، کروس رو میده، آقا قبول نمیکنی. مودریک آماده شد بچه 75 این گوساله. خب شاشیدیم تو بارسا که من اینو برم بخرم الان. باید فکر کنم دوباره یه کامنت ها رو برم دوباره میارم. این پسری که این کامنتو گذاشته میتونم باهاش دست برادرانه بدم. ادامه کامنتش نوشته رودری منچستر سیتی، بازیکن منچستر سیتی، سیسش به بارسا میاد. ایشون تو اتلتیکو بازی کرده، البته بعید نیستش سیسش به بارسا واقعا میاد. ببین شعور رامیاد، از من میتونم عکس رامیادو ببینم؟ اسم میکنم عکس رامیاد، بچه میخوام عکس رامیادو بهتون نشون بدم. آقا بیا بالا دیگه دوستان، رامیاد اینه، رامیاد واقعا شعور رامیاد بالاست. رامیاد جان دست شما رو من از راه دور میبوسم عزیز من، شعوری که شما داشتی خیلی واقعا خوب بود. ویرتز، ویرتز، صبر کن لوکمنو بیارم، یه دقیقه صبر کن لوکمن، یا ویرتز یا لوکمن. به آقا سمسو احترام بذارید لطفا،
لوکمن به نظرم سیستش بیشتر به بارسا میخوره. لوکمن وای جفتشونو بیارم ویرتسن بیارم ببینم کی به کیه. دی ای ام ولی وینگرم میتونم من بازیش بدم، سرعت نداره حاجی. ویرتس یا لوکمن جفتشون خوبن حاجی. نه حاجی لوکمن هم مهاجم میتونه واسه هم وینگر بهتر کارو برام در میاره. کوکچو بذار آماده شه، کوکچو واقعا بازیکن خوبیه. به جون خودم سیستش به بارسا میاد. آردا توران افتادم بچا، من خیلی آردا توران رو دوست دارم و واقعا مثل برادرم ایشونو دوست دارم بغل کنم جدی. ببینمش دوستم، یه چای ترک با هم بریم اونجا تو ترکیه، من بشینم دست تو دست این آدم بشینم باهاش صحبت کنم راجع به فوتبال. آقا با منو یه جوری منو یه کار کنید، آردا توران رو من ببینم. آقا واقعا عصبی شدم، لیورپول میخواد کارواخالو بیاره. آقا احمق آرنولد داری تو چی جوری میخوای برداری کارواخالو بیاری؟ یارو 34 سالشه پیر شد. آقا من یونایتد داره قوی میشه. من به نظرم این ویدیو کلا ویدیو ساخت من یونایتد بود، همه بازیکنای ما رو داره من یونایتد میخره. ول کن دیگه. کوکچو آماده شد. 82 بهترین خرید به قرآن هوش من و ویورا از همه بیشتره. آقا تو ویورا میشید همه دیگه. چی میگی آقا؟ اصلا یه لحظه شما صبر کنین، کیت بارسا عصبی میکنه. 60 میلیون میدم برادرانه دست تو دست بنفیکا، از پرتغال یه پلیر رو بردم عشق کنی. بازیکن ترک فیسش هم ساختن. پدر من اگه این بازیکن رو ببینه مطمئن باش عاشقانه دست این بازیکن رو میگیره. چرا باید دست من، پدر من دست این بازیکن رو ببوسه؟ تو گوه کدوم چیزی هستی که پدر من دست تو رو ببوسه؟ سالیبا سیسش به بارسا میخوره زیاد. 5 ساله با این پسر ویلیان سالیبا ریلیز کلاس، من مگه خرم بذارم آقا؟ ببین فریمپونگ رو آوردم تو رئال، تو رئال جوابگو نبود فریمپونگ، اما الان میخوام ورش دارم بیارمش بارچه. تیمی داریم میچینیم خدایا. مرسی بابت این شعور و فهمی که به من دادی، من اینا رو دارم تو کریر استفاده میکنم. هیچکی به من اعتماد نداشت. من الان بعد کنار جواد نکونام رو نیمکت تو ورزشگاه شهر قدس میشستم، اونجا ارنج میکردم خوزلو رو. آقای نکونام اگر این ویدیو رو شما میبینی منو بیار تو کادرت، جون خودت من فهم فوتبالیم بد نیست، میتونیم با هم نظارگر باشیم صحبت کنیم. بابا به من یکی نیارید آقا، منو نیارید، من صد هم به درد همینجا میخوره. بشینم اینجا تو اینجا شبیه سازی کنم. بیرین پوینت به جون خودم اگر آلمان بودم یه شیر با هم میخوردیم. تیمی که تا الان چیده شد: کوکچو، پدری، کیمیچ، کونده، فریمپونگ، آنتونی، سالیبا. یه گلر مونده، یه دفاع چپ. ببین مهاجم نوک و آخه من الان موندم کیو بگیرم به سیس بارسا بیاد. واقعا من پلیر بگردم حاله رو نیستم. حالا یه پلیر دیدم، النصری رو واقعا دوست دارم. النصری این پسره بچه خوشگله فیسشو نساختن بابا، بسازید اینو دیگه. 3 ساله این پسره با استعداده ولی به ایجا. 150 میلیون فقط میدم به بایرن. 200 میلیون میخوای بیا بردار ببر بابا، من پولم از پارو میره بالا. این حرفا برای من معنایی نداره. من یه بارسایی از این بارسا نریم دیگه تا پایینتر. جدی من عاشقانه دوست دارم بغلتون کنم. این 100 تا کمه، 300 تا میخوام حقوق بدم، 1 میلیون دلار ساینینگ باونس. من کلا دست به پولم، خیلی پول میخواد حاجی. واقعا داره از ما سوء استفاده میکنه هری کین. هری کین واقعا به بارسا میخوره یا نه؟ خدایی تو کامنت ها بگو. من خودم به نظرم اصلا سیستش به بارسا نمیاد، جدی میگم. به منچستر خیلی میومد، نمیدونم چرا نرفت. بابا لوا رو بفروشید بره دیگه. لوکمن هم منتظریم آماده بشه. حاجی کی بود رفت؟ خدا را شکر این گوساله جدا شد. این اصلا رفت، من نصف زندگیم حالم خوب شد. اینقدر من از این فران تورس بدم میاد، همش زر میزنه حاجی، واقعا عصبی میکنه. خدا را شکر بازیکن بعدی آقا لواندوفسکی هم رفت، جانشین شما آقا لوان جان هست. آهان این دفاع چپه برای تعویضیمون خوبه، برای دفاع چپ تعویضیمون خوبه. براش 78 که من الان دارم باشه قراردادم مینویس، بهش میگم داداش شما خیالت راحت باشه، شما بچه من هستی. میگه 2 ساله به گور پدرت خندیدی، 2 ساله من با تو ببندم. نمیدونم تو کی که من به تو گوش کنم. 3 ساله بس تمام. آقا مارتینز هم بره، میگویم میتونی بری. ترشتگن هم بره چلسی. الکس رمیرومون نشه، سیست بارسا پسنده. دنیا عشق میکنه به رومون، میخنده. رمیرو جان خوش اومدی. صبر کن شما، من به شما بگم گندوانم رفت. لوکمن آماده نمیشه ولی من میخرم. الان قیمتش فقط اومده ولی اوورالش نمیده. اوورالش بچه همون دور بر 80 ایناس فکر کنم. چون ما لوکمن رو آوردیم، اگه خیلی اوورالش پایین باشه رو نیمکت میشینه، ولی بعید بدونم. حتی اگر اوورالش پایین بود من بازیش خواهم داد. 2 تا 81، لوکمن، کین، آنتونی، کوکجو، جاشوا کیمیچ، پدری، سالیبا، کونده، فریمپونگ، بالده، رمیرو. بارسا یه ذره نیستم این بارسا رو، یه دفاع چپ خفن میخواد. اون دفاع چپ کی میتونه باشه پسر خوب؟ آقا سمسی جای نمی
میشه. من اول ویدیو گفتم گوش ندادی. تئو هرناندز رئالیه برادر من. داداشش هم اتلتیکو کلا مادرید باز بودن اینا. ولی من میخوام به عشق بچهای ویور بارسایی که برادر من هستن، ببین من اصلا از بارسایی حال میکنم. اونایی که طرفدار بارسان دوست دارم عشق کنم باشه. من سیتی میذارم طرفدار سیتی میبینم دوست دارم بغلشون کنم. آقا جدی من آقا با سیتی رو راستم با شما. فیک نمیام الان بگم مثلا من از سیتی خوشم میاد که ویور جذب کنم. آقا مثلا به تایپ من نیست. مثلا شما خودت شاید مثلا خوشت نیاد رئال حال نکنی، ولی آقا صادقی میگه من با رئال حال نمیکنم. منم با خدا وکیلی با پاریس و سیتی نیستم زیاد در کل، ولی من دوستتون دارم. میدونید که الانم این ویدیو رو دارم میگیرم. با سیتی بریم، با سیتی برم این ویدیو رو. وا 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 عشق. حاجی پشمام ریخته، جرارد دلوفو هنوز داره فوتبال بازی میکنه. یه تایم بارسا به یه داستانی خورده بود. من خیلی این دلوفو رو دوست دارم. دلوفو رو میخوام برای تعویضی بیارم بارسا. خیلی همدم سرعتش تو بازی بالا بود. حالا الان نمیدونم سرعت و اسپیدش تو بازی چنده. خب بذار من جای این پسر دلوفو رو بیارم. گاوی رو هم باید بدیم بره حاجی. گاوی چون نباشه میاد فیکس بازی میکنه. بازم میتونیم بخریم. منیر الحدادی رو بیارم. منیر الحدادی هم یه تایم بارسا بود بچه‌ها و خیلی خوب کار میکرد. جدی دارم میگم بچه 16 میلیون میارزه. منیر الحدادی و دلوفو جز بازیکنایی بودن که تو بارسا بودن و مثلا میگفتنم استعداد دارن، ولی نتونستن اونقدری که میشد خودشون رو نشون بدن. گلم زدن مثلا یا حرکات خوب از خودشون نشون دادن. بارسایی های قدیم رو من یه تعدادشون رو دارم برمیگردونم. لنگلرم بچه ها به عنوان بازیکن تعویضی برمیگردونم. مارتینز هم چیز میکنم. بالدر هم نگر میداریم. آلفونسور هم که نگر میداریم. ویدال و عشق است. بچه تیممون تکمیله. جدی تیممون تکمیله به نظر من. بریم شروع کنیم حاجی. خب اولین بازی ببینم استایل تیم چجوریه جلو خطافه. یه سری پیشنهاد پدری و گاوی رو ندادیم بچه بره. گاوی رو هم باید بدیم بره. پیشنهاد اگر برای گاوی بیاد، اینجا ترشتگن رفت چلسی با 80 میلیون دلار رفت جایگزین تیبو کورتوایی شد که تیبو کورتوایی که رفته. مارتینز هم اونجا جدا شد. او کاو هنریکه به تیم اومد. حاجی یه گلر تعویضی هم جذب کنم دیگه. حاجی یه گلر تعویضی آیتو رو بیارم. 15 میلیون هم ریلیز کلاس داره. میدیم حاجی ما 15 میلیون میدیم آیتو رو میارم. خیلی بچه مظلومی هم از آیتو رس میکنم. امیدوارم حالا واقعا ویج خوبی گرفت. اسم میکنم اوورالش اوکی باشه. 75 به بالا باشه دیگه حداقل. 80 باشه. 81 هم باشه حله. چند حاجی اوورال آیتو؟ پیش آقا 78 هم خوبه. جا پنا بیاد. کاپیتان به نظر من توی این تیم باید هری کین باشه. آقا امیدوارم ما هری کین رو برداشتیم و بردیم توی این تیم. این تیم جام بگیره و به این داستان خاتمه پیدا بدیم. بچه ما میتونیم گاویرم نگر داریم و فصل بعدی موقعی که میخوام جاوی سیمونز رو بخرم یا رودری رو مثلا بخرم تو قرارداده جاش بدیم. پس به زور نمیخوام گاوی رو بفروشم. خطافه رو ببینیم این تیم میتونه بزنه. حدودن بجز پدری و کونده باقی تیم همه عوض شدن و به نظر من 2-1 تئو سالیبا دو تا دفاع گل زدن توی این تیم. نشون میده که بارسایی که آقا سمسون رو چیده متکی به فقط مهاجماش نیست. بریم برای بازی با کادیز. بچه کادیز هم من میگم امیدوارم بزنیم حاج. یکیچ زدیم. خیلی داریم نتایج سوسکی میگیریم. یه 2-1 بردیم، یه یکیچ بردیم. خیلی پرگل نمیبریم. گاوی رفت حاج. حس میکنم رفت اینتر که درستم حس کردم. نه دیدم. خواستم بگم اتلتیکو اینتر رو دیدم گفتم. حالا بچه یه کاری میخوام کنم برای اینکه این تیم توی این مدتی که داره بازی میکنه اتفاق خوبی بیفته. من میخوام برای لوکمن و اونایی که حالا کلن چیزن یه سری دیولوپمنت پلن بزنم. من برای مثلا برای آنتونی دوست دارم شوتینگ و اسپرینت اسپیدش بره بالاتر. شما برای دهم پوشیده آنتونی. بریم آجی بریم تا آخر فصل. نمیخوام برم. میخوام برم تا نیم فصل که ببینیم چه اتفاقی میفته. برو بریم. خب بچه‌ها رسیدیم به نیم فصل فصل اولمون. من معمولا این چالش ها رو دو فصله میریم یا حالا مثلا بشم سه فصله هم میکنیمش، ولی معمولا دو فصله چالش ها رو میریم. چیز جالب برام اینه که ما بهترین خط حمله رو داشتیم اما بهترین خط دفاع رو نداشتیم. توی باقی جاها رمیرو شده بچه 85. رمیرو اوکی اومده بالا. آنتونی هم دو تا اوورال اومده بالا و این نشونه خوبی است. سوپر کاپ رفتیم نیمه نهایی. کوپا د اسپانیا با اوساسونا باز بازی داریم و تو یوفا چمپیونز لیگ سود نکردیم. وای یک اتفاق عجیب غریب. دو تا برد داشتیم توی گروه به شدت ضعیف. بریم تا آخر فصل ببینیم توی اولین فصل دستاورد این تیم جدید با بارسا چطور خواهد بود. آیا میتونیم نتیجه‌ای بگیریم یا
خیر. خب بچه‌ها بریم ببینیم آخر فصل اول چه اتفاقی افتاده. تا جایی که دارم الان میبینم ما تونستیم توی 5 تا بازی آخرم 4 تا برد 3 گله داشته باشیم. البته ببخشید یکیش 2 گله است و یه مساوی 2 گله داشته باشیم و کلاً اوکی ببین کلین شیت هم نکردیم تو بردامون. اما تونستیم با اختلاف 11 امتیاز، خیر اشتباه بنده گفتم. ببین شما سوتی منو نگرفتی، با اختلاف فکر کنم 9 امتیاز دیگه آجی. توی سوپر کاپ هم تونستیم تو پنالتی 4-1 بزنیم. تو کوپا د اسپانیا رئال مادرید قهرمان شد. من نمیدونم چی جوری ما ریدیم نتونستیم قهرمان شیم. تو یوفا سوپر کاپ که نبودیم، تو یوفا چمپیونز لیگ هم که نبودیم، بایرن و من سیتی رفتن فینال. توی لیگ اروپا چی کار کردیم؟ توی لیگ اروپا هم داشت ما صعود کردیم لیگ اروپا، 3-1 ما رو لیورپول زد، در مجموع 6-1 به لیورپول. دیگه چی بود که تو لیگ اروپا بود آقا؟ ما تونستیم دو تا جام بچا کسب کنیم، یه سوپر کاپ، یه دونه لالیگا. یعنی دو تا جام الان هری کین تو کارنامه کاریش داره. آنتونی هم همونطور که دارید میبینید اوورال شده 85 و خیلی خوب پیشرفت کرده. در کل بخوایم یه نگاه بکنیم به آمارا، آنتونی تونسته تو 51 بازی 26 گل و 5 پاس گل به ثبت برسونه. یعنی رو 31 گل تاثیر داشته آنتونی. همچنین هری کین تونسته تو 51 بازی 22 گل بزنه و 14 تا پاس گل بده و هنوز همون رونده جذابش رو ببره جلو. آلکارون تو 34 تا بازی 13 گل زده با اوورال 69 و سی پی یو بهش بازی داده، تونسته از لوکمنی که اوورال 82 داره در گل بزنه و بیشتر کارو در بیاره. دلوفو هم یه دونه گل تونسته بزنه. از اون ور ما دیگه فکر نکنم چیز خاصی داشته باشیم. اگر روند بر همین طور ادامه پیدا، گاوی هم که اون ور داره اشغالشو میکنه. پشمام سی دی ام مون 15 گل زده، 8 تا پاس گل داده، در صورتی که پدریو کوک رو هم 6 تا گل زدن. واقعا برگام ریخته از این وضعیت. تیممون واقعا تیم خوبی بود امسال. یه سری نمیدونم واقعا کجا نقطه ضعف ها داشتیم که بچا نتونستیم واقعا قهرمان بشیم توی لیگ قهرمان. اصلا نرفتیم مرحله بعد. یک فصل دیگه بعد این تیم محک زده بشه به نظر من. خب بچه‌ها خوش اومدید به فصل دوم. چیزی که حاجی من تصمیم گرفتم راجع به بارسا این بودش که لوکمنو نفروشم و فاتی هم از قرضی از برایتون برگشه، آنسو فاتی. و توی این حالت خود سی پی یو بین لوکمن و فاتی تصمیم میگیره که یه بازیکنو برای تیم ما بازی میده. ما میتونیم رودری رو الان جذب کنیم و کوکجو رو بفرستیم بره. کوکجو واقعا پلیر اوکیه. من این فصل میتونست با ما خوب عمل کنه، جدی دارم میگم. نمیدونم نذاریمش تو آن پاس و 60 میلیون 70 میلیون میگه 91 میلیون کوکجو رو دادیم. چیزها چی ریسکی، کار خیلی ریسکی بود. شاید این فصل واقعا کوکجو میتونست خیلی حرفه‌ای‌تر فوتبال و یعنی مثلا خیلی رو اصول‌تر بازی بکنه. تا رودری بیاد با بارسا هماهنگ شه فکر میکنم کار عجیب غریبی انجام دادیم، ولی باز هم اوکیه. ببینیم حالا میتونیم روالش کنیم یا نه. اگر بشه خیلی خوب میشه. بریم تا نیم فصل ببینیم چه اتفاقی میفته و تیم ما میتونه کار عجیب غریب بکنه یا نه. خب بچه‌ها رسیدیم به نیم فصل. به نظرتون چی کار کردیم؟ دوست دارم ماه آخرمون رو ببینم. توی UCL یه برد داشتیم، یه مساوی. توی لیگ دو تا برد داشتیم، دو تا مساوی و این نشون میده که تیم توی حال احوال مثل اینکه خوبی قرار داره. فصل پیش همین قدر امتیاز گرفته بودیم فکر کنم. آره 40 امتیاز دوباره تا نیم فصل گرفته بودیم. ما باخت نداشتیم توی لیگ و این یه خبر خوبه. تو سوپر کاپ روبرو اسپانیولیم، تو کوپا د اسپانیا روبرو آندورا بازی داریم، توی چمپیونز لیگ امسال صعود کردیم با بارسلونا و میشه گفت خبر خوبیه. ببینیم آقا فصل دوم چه اتفاق میفته. تیمم آنتونی شده 86، لوکمن 83، تو 88. تیم خیلی خوب پیشرفت کرده و ترکیب جدیدی که داشتیم این فیلیپونگ فلک زده داره خودش رو سرویس میکنه. آقا این آر دبلیو بی من نمیدونم چی بگم، فیلیپونگ بهش بازی نمیرسه. ما رسما واقعا یکی از عجیب ترین اتفاقایی که دارم میبینمه که رخ داده. برم یه چیت بزنم فیلیپونگو بکنم آر بی، درست کنم کار بارسا رو برمیگردم. خب بچه ها خوش اومدید به آخر فصل دوم. به نظر آجی خواجی فکر کنم تو لیگ قهرمانان اروپا حذف شدیم و ما، ولی فکر کنم قهرمان شدیم داخل هر گریزون قهرمان شدیم. فقط یک باخت داشتیم و با فاصله 23 امتیاز از تیم دوم قهرمان شدیم. اجرای لالیگا رو گرفتیم دستمون. تو سوپر کاپ هم تونستیم قهرمان بشیم. تو کوپا د اسپانیا نتونستیم قهرمان بشیم و حذف شدیم.
توی یوفا سوپرکاپ هم نتونستیم توی چمپیونز لیگ. اتفاقی که افتاده کجا حذف شدیم بچا؟ ما دورتموند تونسته توی پنالتی‌ها ما رو ببره توی راند 16ام. اصلا تو اروپا خوب نبودیم ولی در مجموع دوتا سوپرکاپ و دوتا لیگ قهرمانان اروپا آوردیم، یعنی 4 جام در 2 سال. در کل فکر کنم تونستیم چالشو خوب ببریم جلو، ولی نتونستیم چالشو برنده ازش بیرون بیایم. چرا؟ چون تو این چالش موقعی ما میتونیم خودمون رو برنده اعلام بکنیم که بتونیم چمپیونز لیگو به دست بیاریم. میگیری چی میگم؟ اون موقع به نظر من میتونه جالب بشه. من حتی میخواستم اگه رفتیم تو فینال چمپیونز لیگ گیم پلی هم داشته باشیم، با این تیم گیم پلی بریم، مثل همون چالش 10 ساله‌ها که وقتی که میرفتیم فینال میرفتیم گیم پلی. در کل آنتونی تونست تو دو فصل از اوورال 81 بیاد به 87 و خیلی چیز جالبی شد به نظرم. واقعا آنتونی انتظارشو نداشتم و اینجا تونست از زیر فشارها در بیاد و به یک پلیر خوب تبدیل بشه. بچه دوستتون دارم زیاد، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.